شما رو بر روی خط داریم. خب آقای هرمزرهای عزیز، من شنیدم که فردا جلسه ای هست یا کنفرانسی فردا قراره در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران و این چگونگی رابطه دولت سوئد با جمهوری اسلامی اینو انجام بده. ممکنه یک توضیحی در این رابطه برای ما بدیم؟ بسیار خوشحال میشم. بله بله، من به اطلاع شنونده ها میرسونم. همونطور که در جریان هستن، در گذشته از سال قبل ما اعتراضاتی داشتیم به نقض حقوق بشر، نقض حقوق انسانی در ایران. با دولت سوئد کنفرانس داشتیم 10 اکتبر، نمایندگانی از پارلمان بودند و ملاقات هایی داشتیم با وزارت امور خارجه و مسائل اون کشتار آبان، زدن هواپیما و کلن اعدام ها در ایران، اعدام نوید افکاری، اینا رو اونجا مطرح کردیم. در ادامه ما از 2 ماه پیش نصب به این کار زدیم که کنفرانسی داشته باشیم، بتونیم یک لیستی رو از جنایات جمهوری اسلامی طی این 42 سال اونجا مطرح کنیم. نمایندگانی از احزاب مختلف دعوت کردیم، از عفو بین الملل اونجا در کنفرانس هستن. فردا کنفرانس ساعت 6 بعد از ظهر هستش به صورت آنلاین و نماینده های احزاب و نماینده وزارت امور خارجه و کلن اونجا بحث میشه، صحبت میشه که در ایران این مدت سنگسار شدن زنان به دلیل روابط خارج ازدواج، اعدام همجنسگرایان، در آوردنش چشم از حدقه، قطع اعضای بدن، اعدام کودکان، تجاوز به زندانیان سیاسی زن قبل از اعدام، اعدام بی خدایان و بی مذهبها، اعدام بهایی ها و معتقدان به ادیان دیگه، اعدام های دهه 60 و گورهای دست جمعی و قتل های زنجیری و پاشیدن اسید به صورت زنان و ترور مخالفان در خارج کشور، ازدواج با کودکان قانونش که توی مجلس چون تصویب میشه، کودکان زیر سن، رو بودن اعضای اپوزیسیون خارج کشور، بردنشون به ایران، که روگان گرفتن افراد دو تابعیتی، تمام اینا رو، کلاغ زدن زنها، سرنگون کردن هواپیما به صورت عمدی، کشتار معترضین در آبان و سالهای 96 و قبل 97 و کلن اینا رو ما میخواییم مطرح کنیم و بگیم که خب الان باید کاری کرد، باید اقدام مؤثری کرد. وقت اون رسیده که این حکومت رو به خاطر مردم ایران، به خاطر مردم جهان، از جامعه جهانی بیرون بکنن. یعنی که بیان جهت کنفرانس، هدف کنفرانس اینه که ما این جنایت رو بذاریم، بگیم دیگه اینا جلو چشم اینا بوده، اینا رو ندید، نگیرن این همه جنایت رو و بیان یک اقدام مؤثر بکنن. از نظر سیاسی، از نظر دیپلماسی و از نظر توی مجامع مختلف بین المللی این رژیم رو راه ندن، بیرون کنن، منزویش کنن تا مردم ایران تکلیفشون رو بدونن با این رژیم هار جنایتکاری که پاسخگو نیست. کرونا رو اینجوری شیوع داد، الان اصلا مسئولیت پذیر نیست که واکسنی در کار باشه. الان دنیا میبینیم انگلیس تقریبا بیشتر جمعیتشون رو واکسن زدن، جاهای مختلف همینجور، اسرائیل، نمیدونم همین سوئد، کشورهای دیگه تو آسیا دارن مردمشون رو نجات میدن. خب این رژیم میبینیم چون مردم براش ارزش نداره، همچنان که این 40 سال کشته و هیچ مسئولیتی نپذیرفته. در قصد زنجیره گفتن که کاری خودسر بوده، در زدن هواپیما 1 سال طولش دادن، بعد گفتن که 1 نفر مؤثر بوده. هر حال این رژیم رو آقای رهای عزیزی، کنفرانس فردا کجا قرار برگزار بشه؟ در اپلیکیشن زوم هستش، اپ زوم رو اگر دوستان داشته باشن لینک شما در همین برای رادیو شما فرستادیم. البته شما رو من یک رسانه خب دعوت هستین به این نه خواهش میکنم به مردم، اگه که حالا اونایی که رادیو ما رو گوش نمیکنن، اونایی که الان بخوان یا دارن گوش میکنن بخوان، این لینک رو کجا گذاشتید الان؟ ببینین ما لینک رو
توی فیسبوک علیه اعدام، توی اینستاگرام، جاهای مختلف فضای مجازی رو منتشر کردیم. و تا فردا دوباره اینو منتشر میکنیم و از طرفی این کنفرانس به صورت لایو از شبکه‌های مختلف پخش میشه. یعنی اگه کسی نتونست توی زوم بیاد یا این اپ رو نداشت یا لینک هایی که ما در اختیار گذاشتیم نتونستن، مشکل داشتن، میتونن از طریق فیسبوک و یوتیوب و شبکه های دیگه ببینن، دنبال کنن کنفرانسو. کنفرانس به زمان انگلیسیه، منطقه خبرنگاران همون میخواستم بگم. شما فرمودین که نمایندگان مال وزارت امور خارجه و اینا قراره شرکت بکنن، درست فهمیدم من؟ بله بله، نماینده هایی از پارلمان سوئد که نماینده احزاب هستند. ما دعوتنامه رو برای تمام نماینده های احزاب آلمان فرستادیم و تعدادی با موافقت کردن که بیان. آلمان فرمودین یا سوئد؟ نه، برای پارلمان. پارلمان، اوکی، معذرت، پارلمان. بعد پارلمان سوئد دعوتنامه رو فرستادیم، برای وزارت امور خارجه فرستادیم، برای امنستی و برای روزنامه ها و برای رسانه ها، رسانه هایی از قبیل رادیوها و اونایی که به هر حال سایت دارن خبررسانی میکنن. اگر خبرنگار اونجا سوال داشته باشه میتونه توی قسمت چت سوالشو به فارسی یا انگلیسی بنویسه. اونجا مجری میتونه اونو به انگلیسی اگه بود که همونو میخونه، اگه فارسی بود که میتونه ترجمه کنه و سوالو از اون شرکت کنندگان در پانل بپرسه. به هر حال کنفرانسی هست که یک ساعت و نیم طول میکشه و از این کنفرانس ها باید گذاشت که هرچی بیشتر مجریان برنامه دولت. کی هستن؟ مجریان برنامه کی هستن؟ کی که چرخانندگان برنامه کی هستن؟ دعوت کرد، دعوت کنندگان، کمیته بین المللی علیه اعدام، کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، یک نهادی هست در رابطه با فعالیت برای میکنه برای آزادی کارگران زندانی، اکس مسلم، و یک سازمان حق زن و انقلاب زنانه. 6-7 تا نهاد هستن که به عنوان یک آلیانس اینها یک توافق رسیدن که این کنفرانس برگزار کنن، ولی خب از مدیای علیه اعدام پخش میشه، مدیا اجتماعی، شبکه های اجتماعی، و دیگران هم میتونن اونو بازنشر کنن و بتونن انتشار بدن. من اگه درست شنیده باشم شما در مورد به هم بایکوت سیاسی صحبت کردید و تحریم اقتصادی، اونو میشه فرق اینو برای ما بگید؟ بسیار خوشحال میشه. بله، خب همینجور که شما الان فرمودین، خب بایکوت، من توی صحبت ها گفتم بایکوت سیاسی، قطع روابط دیپلماتیک و یا حتی بایکوت فرهنگی، نمیدونم اخراج کردن جمهوری اسلامی از مجامع، حتی ورزشی، بایکوت تسلیحاتی، امنیتی، خب اینا رو میشه، ولی اقتصادی رو خب به این دلیل ما قبول نداریم و نمیخوایم، چون این مدت دیدیم که از نظر اقتصادی خب هرچی بیشتر و بیشتر این جمهوری اسلامی از هر مسئله‌ای که پیش میاد به نفع خودش استفاده میکنه و این بایکوت اقتصادی مسئله‌ایه که فشار هرچی بیشتر به زندگی مردم اومده، سفره مردم خالی شده و اون بالایی جمهوری اسلامی با دور زدن تحریم ها، با کندخ کردن ارز که به تداوم دادن به اون و با رانتخاری مثلا پول های کلانی به جیب بزنن برای خودشون و مردم دودش به چی مردم رفته. حتی در رابطه با دارو میگن نیست، زود میگن ما تحریمیم. در هر مسئله ای که باشه بهانش اون اینه که ما تحریمیم. آها، ما تحریم اقتصادی رو از اونا میگن تحریمیم، ولی وقتی اونا میگن تحریمیم، ولی وقتی که ما هممون میدونیم که دارو، مواد غذایی، وسایل همین پزشکی، وسایل کشاورزی هیچ کدوم جز تحریم ها حساب نمیشه. ولی خب حالا اونو گفتنش بله میگن، حالا اون دیگه یه بحث جداگونه و سوء استفاده های خودشونو میکنن دیگه قاعدتا. بله خب ببینین، اگر
اگر تحریم اقتصادی بشه که تا حالا شده، البته من منظورم به تحریم بعضی از سران جمهوری اسلامی که اموال و اموالی در خارج دارند و به نوعی توی سرکوب و کشتار مردم دست داشتند، اینا رو تحریم کردن، خودشون رو بلوکه کردن، یعنی که حال اموالی دارن ضبط شده یا حال هرچی. خب اینا منظورم اینا نیست، اینا خب به هر حال اقداماتیه که شده. باید بشه همین چند روز پیش اتحادیه اروپا چندین نفر رو از سران جمهوری اسلامی، دوباره 7-8 نفر رو تحریم کرد، یکیشون همون فرماندار شهریار توی قلعه‌حسن خان بود که خانمی که دستور کشتار داده بود. به هر حال اینا افرادی هستن که تحریم میشن، یعنی که حق سفر ندارن، مال اموالشون ضبط میشه و نمیتونن در خارج سرمایه‌گذاری کنن. ولی خب اون تحریم هایی که اقتصاد ایران فشار میاره هرچی بیشتر و زندگی مردم هرچی بیشتر به هر حال به تباهی میکشه، خب درسته این جمهوری اسلامیه که باعث این همه تشنجه، خودشو با جامعه جهانی وفق نمیده، چه از نظر فرهنگی چه از نظر اقتصادی. خب کار خودشو میکنه، به مسائل امنیتی هم همچنین منطقه‌ای همینجور دخالت هایی که میکنه. به هر حال این رژیمه که باعث این فشار هاست روش. ولی خب مردم هم این وسط خیلی ضربه های زیادی خوردن، بیکاری، این همه فشاری که ما میبینیم الان، میبینیم که اجناس چقدر قیمت رفته بالا، تورم به چه وضعیه. به هر حال این به نوعی دودش به چشم مردم میده. ولی خب اگه جمهوری اسلامی رو از مراجع بین المللی بیرون کنند، از سازمان ملل میخواییم بیا همین کنفرانس میخواییم که این دولت ها اخواست خودشون رابطشون رو کم میکنند، به نوعی سازمان ملل جمهوری اسلامی رو به عنوان این که دستی داشته در این همه جنایت باید معرفی کنه به دادگاه بین المللی جنایی که همون ICC هستش اسمش. در صورت همه این روشنگری ها و همه این افشاگری ها خودش تاثیرات خودش رو قاعدتا خواهد داشت. ازتون فقط خواهش می‌کنم یک بار دیگه اگه ممکنه زمان رو یک بار دیگه لطف کنیم بگین زمان این کنفرانس که آنلاین رو. بله میگم خدمت شما آقای آزادی. ببینین تلفن میگم، بعد زمانم میگم. اول زمان این که فردا ساعت 6 بعد از ظهر، فردا پنجشنبه 15 آپریل، از اپلیکیشن زوم به صورت آنلاین به شکل به زبان انگلیسی این کنفرانس برگزار میشه و در مدیای اجتماعی هم منتشر میشه، در فیسبوک و در یوتیوب. هر کس اصلا فیسبوک و چیزای دیگه هم نداره، در یوتیوب میتونه دنبال کنه. بسیار. این آدرس هاشو باز ما بازنشر میدیم به فیسبوک های مختلف، آدرس ورود. ولی خب تلفن تماس من میگم خدمت شما. خواهش می‌کنم. 073-789-6505. 073-789-6505. آقای هرمز رای عزیز بسیار سپاسگزارم از شما، خوشحال شدم که به روی خط اومدید، تونستین توضیحات رو بدید. آرزو موفقیت میکنم و درود من و خدمت همه عزیزان فعال داشته باشید. لطف کردین شما، تشکر از شما و ممنون از اینکه این وقت رو دادید. موفق و پیروز باشید. خواهش می‌کنم.